همین چند روز پیش بود که داشتم از کنار یکی از کلاسامون رد می شدم، دیدم یکی از معلما دارن تفاوت این سه تا کلمه رو میگن. بعد منم دقیقا دنبال ایده برای تولید محتوا بودم که ویدیو بعدی یوتیوبم رو در موردش بگیرم، توضیح بدم، درس بدم. گفتم چی از این بهتر؟ اتفاقا خیلی هم دیدم که سوال بچه ها هستش و متاسفانه گاهن اشتباه استفاده میشه. پس قراره که توی این ویدیو روی این سه تا کلمه کار کنیم، تفاوتاشو بهتون بگم و باهاش مثال بزنم که حسابی براتون جا بیفته. یه نکته خیلی مهمی که در مورد ویدیوهای یوتیوب ما وجود داره اینه که ما برای اینکه انگیزه و انرژی بیشتری برای تولید محتوا برای شما داشته باشیم، نیاز به این داریم که تو کامنت ها نظراتتون رو ببینیم و اینکه ببینیم ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و همچنین چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب دارید. پس حتما توی کامنت ها نظراتتون رو در مورد ویدیوهای ما بگید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و چنل ما رو هم سابسکرایب داشته باشید. بریم سراغ تدریس این بخشمون که میخوام یه موقعیت سازی کنم و بگم که شما مثلا میرید یه مغازه، یه لباس، یه تیشرتی میخواید بخرید. تو این موقعیت میخوام تفاوت اون سه تا کلمه‌ای که اول ویدیو بهتون گفتم رو توضیح بدم. So let's get started. خب اول از همه بریم سراغ کلمه‌ای که به معنی هر دو هستش. اوکی، both یعنی چی؟ ببینید توی دفینیشنش میخوام بهتون بگم که refers to two things together، برمیگرده به دو تا چیز با هم. اوکی، پس both، هر دو. اوکی، میخوام ببرم تو اون موقعیتی که گفتم. تصور کنید رفتید خرید و حالا میخواید انتخاب کنید، یا هر دو، یا یکیشه، یا هیچ کدومشونه. میبینید چند تا حالت وجود داره. حالا این موقعیت واسه هر دوه. اوکی، both، هر دو. میگم که you can have both t-shirts، میتونی هر دو تا تیشرت رو داشته باشی. اوکی، انگار که دو تا تیشرت انتخاب کردین و بهتون میگم که you can have both t-shirts. You can have one yellow and one green. پس انگار که یکی از تیشرت ها زرد بوده و اون یکی سبز بوده. میگم هر دوتاشو میتونید بابای داشته باشید. You can have one yellow. میتونید یه دونه زرد داشته باشید. And one green. Okay. پس both یعنی هر دو. Refers to two things together. بریم بعدی. حالا بریم سراغ موقعیتی که میخواید یکیشو انتخاب کنید. اوکی، یا این یا اون. اوکی، این کلمه تو این موقعیت، بذارید اینطوری بگم، ما از کلمه either استفاده میکنیم که البته بریتیشیا خیلی علاقه دارن یه ذره تلفظش رو سخت کنن و بگن either. اوکی، پس این کلمه توی امریکن either و توی بریتیش either تلفظ میشه. دوباره برمیگردیم به همون موقعیت. You can have either pink or blue t-shirt. ببین either or میگه که یا میتونی یه تیشرت آبی داشته باشی یا تیشرت صورتی. Okay, you can have either a pink or blue t-shirt. Okay, you need to choose the pink or the blue one. حالا باید یا آبی رو انتخاب کنی یا صورتیه. Okay, پس either به معنی یا اون or رو هم حواستون باشه توی مثال که ببینید به این شکل استفاده میشه. نوبتی هم باشه، نوبت اون کلمه آخری است. Neither به قول اونایی که امریکن صحبت میکنن و neither به قول بریتیشیا. اوکی، پس این کلمه‌ای که دارید میبینید توی امریکن neither تلفظ میشه و توی بریتیش از اونجایی که خیلی علاقه دارن یه ذره سخت‌تر تلفظ کنن neither. اوکی، میگم که no option between two things. ببین option یعنی گزینه دیگه. اوکی، یا انتخاب، بذار اینطوری هم بگیم، بین دو تا چیز انگار که هیچ کدومشو نمیخوای. اوکی، هیچ کدومو انتخاب نمیکنی. پس اینجا میتونی از این کلمه neither استفاده کنی. بازم میگم بریتیش یا متفاوت تلفظش میکنن و میگن neither. یادت تو پارت قبلی هم گفتم either American either British، حالا اینجا هم neither American و neither British. تو مثال نگاه کن، میگم که neither shirt will fit you. هیچ کدوم از حالا این لباسا، شرت ها، اوکی، مفردم آوردم، اوکی، فیت شما نخواهد بود، بهتون فیت نیست، نخواهد بود. اوکی، you need to pick something else. باید یه چیز چیز دیگر رو برداری، باید یه چیز دیگر رو انتخاب کنی. اوکی، پس neither
no option between two things. Okay. حالا تو مثال میگم که neither shirt will fit you. هیچ کدوم از لباسا fitت نخواهد بود. اندازت نخواهد بود. You need to pick something else. باید یه چیز دیگر رو پیک کنی. برداری. انتخاب کنی. حالا تو قسمت کامنت ها. اوکی. منتظرم که این جمله رو بنویسی و میخوام بهت تقلب برسونم که کدوم قسمت ویدیو رو مجدداً تماشا کنی که بتونی به سوال من جواب بدی. اوکی. اون قسمت از ویدیو که در مورد ایذر و آیذر صحبت کردیم یه مثال زدم. اوکی. حالا تو بگو میتونی یه لباس حالا یا سبز یا قرمز داشته باشی. اوکی. دوباره برگرد اون قسمت رو نگاه کن و این همون مثال بزن، فقط رنگاشو عوض کردم و حواست باشه. و قبل اینکه بری حتما این ویدیو رو بابای، من اینجا با تک تک همکارم خدافظی میکنم که میرن، حالا آخرین نفر من میرم گویا، حالا توی کامنت ها بنویسید. و اصلا قبل اینکه ویدیو رو ما به اتمام برسونیم میخواستم بگم که حتما ویدیوهای یوتیوبی آموزشی من و همکارای من رو برای تمامی افرادی که میدونی به این چنین آموزش های نیاز دارن ارسال کن، ما رو به دوستات معرفی کن و چنل یوتیوب ما رو هم حتما سابسکرایب داشته باش. So, ta-ta for now.